سرخط خبرها، طالبان در پنجشیر 7 غیر نظامی را بازداشت کردند. جو بایدن، ترامپ با هواداران جمهوری خواه او را تهدید برای دموکراسی آمریکا دانست. و در پایان، خبری که زمین و زمان را لرزان، مشروع خبرها. طالبان در پنجشیر 7 غیر نظامی را بازداشت کردند. 8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر از بازداشت 7 غیر نظامی از سوی طالبان خبر می‌دهند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح می‌گویند که این افراد روز چهارشنبه 9 سنبله از منطقه بادقول از مربوطات مرکز ولایت پنجشیر بازداشت شدند. به گفته منابع این افراد زمان از سوی طالبان بازداشت شدند که بدنبال معاشیشان به کو رفته بودند. گفته می شود که طالبان افراد بازداشت شده را به زندان منطقه دشتک ولایت پنجشیر انتقال دادند. منابع اضافه می کنند که این افراد غیر نظامی هستند و با هیچ گروهی وابستگی ندارند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این نیز طالبان در پنجشیر دست به بازداشت های گسترده غیر نظامی زده و در برخی موارد چندین تن را به قتل رساندند. در تازه ترین مورد طالبان روز گذشته یک مرد را در ولسوالی خنج این ولایت پس از شکنجه و تیرباران به دریا انداختند. جو بایدن، ترامپ با هواداران جمهوری خواه او را تهدید برای دموکراسی آمریکا دانست. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی بی سابقه به دونالد ترامپ و هواداران جمهوری خواه او تاخت و آنان را تهدید برای دموکراسی آمریکا دانست. او گفت که ترامپ و هوادارانش مصمم هستند آمریکا را به عقب ببرند و از رای دهندگان خواست در انتخابات میان دوره‌ای افرادگرایی را رد کنند. بایدن در شهر فیلادلفیای محلی که آزادی آمریکا اعلام و قانون اساسی کشور تصویب شد، ترامپ و هواداران او را افراطی خطاب کرد. او گفت دونالد ترامپ و جمهوری خواهان طرفدار شعار آمریکا را دوباره عظمت ببخشید از افرادگرایی نمایندگی می‌کنند. آنان پایه‌های جمهوری‌ها را تهدید می‌کنند، در حالی که امشب اینجا ایستاده‌ایم. برابری و دموکراسی مورد حمله قرار گرفته است. سخنرانی بایدن در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا صورت می‌گیرد. در این انتخابات برای انتخاب هم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و نیم از نمایندگان مجلس سنا این کشور رایگیری برگزار می‌شود. این انتخابات در ماه نوامبر برگزار می‌شود. با گزارش رویترز او با اشاره به نتیجه انتخابات سال 2020 که دونالد ترامپ نتیجه آن را نپذیرفت گفت: من این بار نمی ایستم و تماشا نمی کنم که انتخابات در این کشور توسط افرادی که صرفاً از پذیرش شکست خود امتناع می کنند دزدیده شود. در همین حال کوین مک‌کارتی رهبر جمهوری خواه مجلس نمایندگان روز پنجشنبه بایدن را به نادیده گرفتن جرم و جنایت و تورم در آمریکا متهم کرد. طالبان در پنجشیر یک مرد موسن را کشتند. منابع در پنجشیر میگویند که طالبان در ولسوالی سه اول این ولایت یک مرد موسن را ابتدا شکنجه و سپس تیرباران کرده و جسدش را به رودخانه انداختند. یک منبع در پیام به روزنامه اطلاعات روز گفت که این مرد آقا محمد نام داشت و یکی از محاسن سفیدان روستای خاروی ولسوالی سه اول پنجشیر بود. با گفته منبع طالبان این مرد را دیروز چهارشنبه 9 سنبله بازداشت و به قتل رساندند. منبع اضافه کرد که جسد آقا محمد از منطقه پیشغور از رودخانه بیرون کشیده شده و بر روی جسد این مرد در نخست به شدت شکنجه و سپس تیرباران شده است. با گفته منبع آقا محمد مصروف کشاورزی بود و از او چندین فرزند زیر سن به جا مانده است. مسئولان محلی طالبان در پنجشیر تا کنون در این زمینه چیزی نگفتند. منابع در اوایل این هفته خبر داده بودند که طالبان در ولسوالی در رای پنجشیر نیز یک مرد جوان را به اتهام داشتن ارتباط با جبهه مقاومت ملی تیرباران کردند. پیش از این هم چندین مورد از کشتار غیر نظامیان در پنجشیر توسط طالبان گزارش شده بود. سه روز قبل هم نزدیکان یک جوان 19 ساله در ولسوالی خوست ولایت بغلان خبر دادند که طالبان او را بازداشت و سپس با شکنجه کشتند. حاکمیت طالبان و اپارتاید جنسیتی. 8 صبح
یک سال از حکومت طالبان گذشت. در این مدت کشور با چالش‌های زیادی روبرو شده است. در این میان چالش‌ها نقض حقوق بشری در صدر فهرست رسانه‌های بین‌المللی و ملی قرار گرفته است. با توجه به گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سایر نهادهای حقوق بشری، نقض گسترده حقوق بشری در کشور به ویژه حقوق زنان تکان دهنده است. از این رو به نظر می‌رسد که بازداشت بارقعصای طالبان به قدرت زندگی زنان را تخریب کرده است. زنان عملا از حقوق مدنیشان محروم شدند. این قلم می کشد تا اپارتاید جنسیتی زیر سلطه طالبان را در عرصه سیاست، اجتماع و آموزش و تصویر بکشد. پیشینه مفهومی اپارتاید واژه هالندی به معنای مجزا و جدا نگه داشتن است، اما در اصطلاح یکی از اشکال تبعیض نژادی است. این صورت از تبعیض نژادی توسط رژیم وابسته به آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان و تیره‌پوستان و به نفع اقلیت سفیدپوست و نژادپرست این کشور که عمدتاً از نسل مهاجران اروپایی بودند اعمال می‌شد. از این رو غیر سفیدپوست به عنوان نژاد پست مورد احترام قرار می‌گرفتند و از حقوق سیاسی و مدنی محروم بودند. بنابر این مفهوم اپارتاید جنسیتی در این نوشته به معنای تبعیض جنسیتی به کار رفته است که در آن یک گروه جنسی در جامعه از حقوق مدنیشان محروم شده و عملا مورد تبعیض قرار گرفتند. سیاست زنان در دوره جمهوریت در سیاست و حکومتداری نقش چشمگیری داشتند. ده‌ها هزار زن در نهادهای دولتی ایفای وظیفه می‌کردند، اما بازگشت طالبان به قدرت سبب شد که آنان دوباره در داخل چهار دیواری خانه‌ها محصور شوند. هیچ زنی در حاکمیت طالبان به عنوان قاضی ایفای وظیفه نمی‌کند و همچنان در سمت‌های بلند امنیتی حضور ندارند. به عبارت دیگر زنان عملا از نهادهای عدلی و امنیتی به صورت کامل حذف و خانه نشین شدن. نیم پیکر جامعه که در تحکیم پایه‌های دموکراسی و مردم سالاری در دو دهه گذشته به صورت فعال نقش بازی کرده و قربانی دادن، اکنون از حقوق سیاسی و مدنیشان محروم شدن. حذف زنان از حکومت داری سبب می شود که نبض سیاست و حکومت در کشور بیستد و جامعه یک بار دیگر قرون وسطا را تجربه کند. باید یادآور شد که زنان در دور اول حکومت طالبان نیز به صورت مطلق از عرصه سیاسی و اجتماعی حذف شده بودند. اجتماع وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در ماه ثور سال جاری فرمان حجاب اجباری برای زنان را صادر کرد. در این فرمان آمده است که زنان باید در انظار عمومی تمام صورتشان را بپوشانند. در دهه 1990 که طالبان برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند، برقع یا چادری یا پوش مناسب برای زنان در انظار عمومی معرفی کردند. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.